خب دوستان عزیز، من دیدم مدیر مطالعات تل‌آویو یک اظهار نظری خیلی جالبی در مورد فشار حداکثری داشته که میگه فشار حداکثری ایران معکوس کرده علیه آمریکا و اسرائیل. خیلی برای من این تحلیل جالب بود، دوست داشتم این تحلیل با هم دیگه که بچهای کاوش مدیا زحمت کشیدن، البته اون بخش ایدی کوهن هم دوستان زحمت کشیده بودن برای من خصوصی ترجمه کرده بودن، سپاسگزاری کنم. دوست داشتم این صحبت هام ترجمه بشه، ترجمه شده و یک تحلیلی روش بره، چون خیلی مهمه که ایران چقدر، یعنی اون بخشی که سیاست ها دست آقای خامنه ایست، شما نگاه کنید چه موفقیت هایی کشور دست میگیره. نگاه کنید کاوش مدیا. میگه فکر میکنم غیر قابل تصور است که بتوان ایران را متقاعد کرد تا امتیازات بیشتری در زمینه هسته‌ای یا مؤلفه‌های مرتبط با آن بدهد. میگه فکر میکنم از همان اول همیشه این توقع غیر واقع بینانه بوده که بتوان با ایران در زمینه فعالیت‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. نه غیر منطقی نبوده، تا خائنانی مثل روحانی و ظریف بوده فکرتون درست بوده، ولی اشتباه کردید که فکر کردید آقای خامنه‌ای کوتاه میاد و خب خوشبختانه این مملکت خامنه‌ای رو داره. We would be able to negotiate with Iran on its regional activities. We certainly don't want to negotiate on our own regional presence. خب میگه قطعا خود ما حاضر نیستیم با رهبران جمهوری اسلامی در حقیقت در مورد حضور منطقه خودمان گفتگو کنیم. یعنی خانم سوزان داره میگه که مدیر سیاست خارجی مؤسسه اسرائیلی است، میگه خود ما در اسرائیل حاضر نیستیم بریم مثلا گفتگو کنیم با ایران. With the leaders of the Islamic Republic of Iran. But I would hope that as we're میگه ولی امیدوارم که هر جور مذاکراتی با ایران میگه ولی امیدوارم اگه به هر جور مذاکراتی با ایران برسیم approaching any kind of talks with the Iranians that what we have done is really built کاری که کردیم اینه که چارچوبی با همپیمانا و شریکامون برای بقیه نگرانی‌های مرتبط با ایران دست پیدا کردیم. میگه یه چارچوبی رو با همپیمانمون در مورد ایران دست پیدا کردیم. شما همیشه این کارو کردید. A framework with our partners and allies about the rest of the set of concerns with respect to Iran so that even if میگه تا حالا به توافق من بعد خود اینو با سرعت برم چیز کنم چون خیلی دیرمه بعد جایی برم. میگه تا حتی اگه به توافق هسته‌ای برگشیم پیشاپیش تفاهماتی تثبیت شده مخصوصا با اروپایی‌ها داشته باشیم. We've gone back into a nuclear deal that we have some understandings already established particularly with the Europeans around میگه در رابطه با اینکه چگونه می‌خوایم دیگر چالش‌هایی که ایران متوجه منطقه کرده است و مدیریت کنیم. یکی از مسئله همیشه که داریم این است که چطور ایران را از سراسر منطقه به عقب برانیم. خب این اون مدیر مسئول در حقیقت تل‌آویو هست، مدیر اندیشکده تل‌آویو که صحبتش خیلی مهمه. میگه خب اسرائیل را به عنوان تهدید اول برای امنیت ملی خود میبیند، یعنی ایران. میگه خب اسرائیل ایران همشه. خب اسرائیل ایران را به من دوباره برنامه هم زیاد چقاطی کردم، الان 4 ساعت دارم اجرا میکنم. میگه خب اسرائیل ایران را به عنوان تهدید اول برای امنیت ملی خود میبیند، اما در 2 سال گذشته ما با مسائل دیگری درگیر بودیم. However, in the last 2 years, we were busy with other issues. Political crisis. میگه بحران سیاسی، 4 انتخابات، تلاش جهت دستیابی به یک دولت کارا. میگه خب بحران سیاسی داریم، 4 تا انتخابات برگزار کردیم، خودمون داریم دهن خودمون رو تو اسرائیل و زندگی سگی در اسرائیل سرویس میکنیم. 4 elections, trying to have a functional government. میگه من فکر میکنم دولت اسرائیل به اندازه کافی به مسئله ایران توجه نکرد، زیرا از پشتوانه دولت حمایتگر آمریکا برخوردار بود. تازه میگه ما اسرائیل زیاد توجه به ایران نکردیم، شما خودتون رو پاره کردید، توانایی نداشتید یکی این آدم رو از برق بکشه بیرون. میگه که اساسا دیدگاه اسرائیل رو پذیرو و فشار حداکثری رو علیه ایران اعمال کرد. And apply the maximum pressure on Iran. یعنی میگه آمریکا حرف ما رو گوش کرد و فشار حداکثری علیه ایران اعمال کردش. In Jerusalem, میگه در اورشلیم آنها به سختی اعتراف میکنن که فشار حداکثری به اهداف خود دست پیدا نکرده. همانطور که کریم گفت. Hardly admitting that the maximum pressure haven't achieved the goal. As Karim said, JCPOA took them from 10. میگه برجام برنامه هسته ایران را از 10 به 5 رسان، ولی فشار حداکثری برنامه هسته ایران را از 5 به 7 برگردان. یعنی نگاه کن، فشار حداکثری به نفع ما شد. گفتم از هر تهدیدی میشه فرصت درست کرد. And maximum pressure on nuclear issue brought them back to 7. So میگه خب نیاز است که راهبرد نوینی به کار گرفته شود و 3 مؤلفه برای این راهبرد لازم است. The need to have a new strategy is
And there are three elements that call for a new strategy. First, اول دولت شماست که اصولا فشار حداکثری را متوقف کرد و طبق وعده‌هایش در ستاد انتخاباتی و ایدئولوژیش اش اون خانم مال آمریکا بود. من اشتباه گفتم که اسرائیل. اون خانم آمریکایی این آقای اسرائیلیه. That basically stopped the maximum pressure and according to its commitment on the campaign and according to its میگه که حالا دولت بایدن اشتباه کرده که فشار حداکثری را متوقف کرده. کجا متوقف کرده؟ تام هنوز هستش. میگه به دیپلماسی برگشت و قصد به برجام بازگشت. این مؤلفه خوست. میگه شما اشتباه کردید که الان بایدن داره میره مذاکره میکنه. در مؤلفه دوم ایران را میبینم. ایران که اساساً بسیار مواظب بود و پس از ترور قاسم سلیمانی اساساً همچون گذشته مانند سال 2019 تهاجمی نبود. ایران that basically was very very cautious and since قاسم سلیمانی basically haven't being as aggressive as it was in 2019 اکنون ترس از دولت آمریکا را از دست داده. منظورش ایرانه. میگه ایران دیگه از آمریکا نمیترسه و ترس از برخی اقدامات اسرائیل تحت حمایت آمریکا را هم از دست داده. یعنی ما دیگه الان نه از آمریکا میترسیم، نه از اول هم نمیترسیدیم. این ترسوها خب میدونی وقتی که ساخنگوهای ما ظریف باشه اینا حق دارن که برداشت اشتباه در مورد ژن ایرانی داشته باشن. نه losing the fear from a US administration and losing the fear from Israel doing something with the support of America. So you see in a لذا شما میبینید که ایران به گونه‌ای داره فشار حداکثری را معکوس ببین خیلی مهمه. فشار حداکثری را معکوس می‌کنه. یعنی الان ما فشار حداکثری رو اون آوردیم. حالا این ایران است که داره فشار می‌آورد. دوستماس. وی ایران ریورسینگ لذا شما میبینید که ایران به گونه‌ای داره فشار حداکثری را معکوس می‌کند که حالا اینا که گفتم. ایران is now pressing. اول با برنامه هسته‌ای به عنوان بخشی از فشار حداکثری و دیگری با حمله به پایگاه‌های هوایی آمریکا در عراق. خب میگه ایران با برنامه هسته‌ای داره فشار حداکثری میاره به آمریکا و اسرائیل و بعد حمله به پایگاه‌های هوایی آمریکا در عراق هم که در دستور کار خودش قرار گرفته. But then attacking American air bases in Iraq and attacking Saudi Arabia with from Yemen. میگه حمله به عربستان از سوی یمن. یعنی ساتراپ یمنمون داره به عربستان قشن حالش جا میاره. میگه امروز ایرانیان اعتماد به نفس، اعتماد به نفس که ما همیشه اعتماد به نفسمون بالا بوده، میگه امروز ایرانیان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن و احساس میکنن در میز مذاکرات و میدان نبرد نیرومندترن. ببینید من همین تحلیل رو فکر میکنم یک ماه پیش داشتم، گفتم چون ما فائق اومدیم بر فشار حداکثری. ببین بعدش اومده مدیر مؤسسه اندیشه امنیت ملی اسرائیل در تل آویو همین حرف منو میزنه. گفتم آقا ما چون تونستیم بر فشار حداکثری فائق بیایم، در حقیقت اعتماد به نفسمون رو به صعوده و این اعتماد به نفس باعث میشه که در سال 1400 تحمل استراتژیمون یا استراتژیکمون در برابر صهیونیستا به پایان پیدا کنه. و دیدید بعد از این حرفای من و بعد از این تحلیل من، دو هفته بعد از این تحلیل من، دیدید که چه اتفاقاتی در اسرائیل رخ داد و حمله حماس رو شاهد بودیم به اسرائیل و تحلیل من اینجا درست در اومد. الان این داره همونو میگه. Confidence today and they feel that they are stronger in the negotiation table and they are stronger in the field. میگه که آخرین مؤلفه نه به حد اقل تعیین آنها جنگ پنهانی با جنگ در سایه است که دست کم به اندازه 100 افزایش پیدا کرده. میگه جنگ پنهانی ایران با اسرائیل 100 افزایش پیدا کرده. Last but not least, the cover. ببین این یک سطحه که الان تمام اسرائیل داره آتیش میگیره. فکر کن یک سطح دیگه بیاد مثلا افزایش پیدا کنه. Shadow war has escalated at least one level. It hasn't gone to the second floor to a full scale. میگه این یک سطح بالاتر، یعنی درگیری آشکار تمام عیار بین ایران و اسرائیل فرا نرسیده، ولی فعلا در بخش بالاتری نسبت به سطح اولیه است. Open confrontation between Israel and Iran, but it is now in the upper area of the field. خب این خیلی مهمه که کارشناسای اینا در حالی که حالا مثلا عقب افتادهای اپوزیسیون ما میگن کار ایران تمومه، اینا کارشناسای اسرائیلی که بابا خبره هستن تو این داستان میگن فشار حداکثری نه تنها ایران تونسته مهار کنه که علیه ما گرفته و ایران باید ببینید با دیپلماسی قدرت و اون نگاه آقای خامنه‌ای که میره همیشه موفقه و ای کاش که در انتخابات 1400 هم با نگاه آقای خامنه‌ای یک جوان اتو کشیده نباشه در میدان عمل، چون سعید محمدم همه گوش کنن، اگه راهنمودهای آقای خامنه‌ای گوش داده بشه ما در خیلی از سیاست‌ها پیروز خواهیم بود. پاینده ایران، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدا میسپارم. بدرود.